بگذارید برای استخراج داده از جدول‌هایی که در صفحات اینترنتی به نمایش گذاشته شده اند از گوگل شیتس استفاده کنیم. در اینجا نحوه استفاده از گزینه ایمپورت HTML را خواهیم دید. برای مثال بگذارید به فهرست پردرآمدترین فیلم‌ها در ویکی‌پدیا نگاهی بیاندازیم. در اینجا جدولی حاوی 50 فیلم پرفروش تاریخ سینما به نقل از ویکی‌پدیا را می‌بینیم. گزینه ایمپورت HTML تنها روی جدول‌های HTML کار می‌کند. آنچه می‌بینیم شبیه یک جدول است، اما باید با استفاده از بازبین وب مطمئن شویم که واقعاً این گونه است. روی جدول کلیک راست کنید و برنامه HTML آن را بررسی کنید. در اینجا می‌بینیم که واقعاً برچسب جدول وجود دارد. معنایش این است که HTML با این جدول کار خواهد کرد. بازبین وب را ببندید و با استفاده از حساب کاربری گوگلتان به گوگل شیتس بروید. یک اسپردشیت تازه ایجاد کنید. فقط باید روی دکمه قرمز بزرگ در سمت راست پایین صفحه کلیک کنید. خانه اول را انتخاب کنید و در آن تایپ کنید. Import HTML and open parentheses. تابع Import HTML سه پارامتر را به کار می گیرد. URLی که جدول در آن قرار گرفته، کلمه جدول و جای جدول در صفحه اینترنتی. بعد از پرانتزها بیایید URL ها را بین گیومه بگذاریم. حائل را تایپ کنید. بسته به زبان مورد استفاده در گوگل شیتس ممکن است حائل یک ویرگول یا یک نقطه ویرگول سمیکالن باشد. حالا کلمه جدول را بین گیومه و حائل تایپ کنید. آخرین پارامتر موقعیت جدول در صفحه اینترنتی است. از آنجا که این اولین جدول این صفحه است، برای آن از عدد 1 استفاده می کنیم. اگر می خواستیم دومین جدول باشد، برای آن از شماره 2 استفاده می کردیم و به همین ترتیب جلو می رفتیم. پرانتز ها را ببندید و کلمه اینتر را بزنید. گوگل شیتس به طور خودکار جدول را بارگذاری می کند. حالا می توانید در تحلیل یا تحقیقاتتان از این جدول برای هر کاری که می خواهید استفاده کنید.